سلام و درود میگم به شما عزیزان. خوشحالم که در خدمتتون هستم با سری فیلم های ترید فارکس با استراتژی کامپریهنسیو تریدینگ یا همون استراتژی جامع معاملاتی. و در این سری از فیلم ها قصد داریم که بازارهای فارکس رو به صورت کلی و هر روز مورد بررسی قرار بدیم تا تمام موقعیت هایی که ممکنه در بازار وجود داشته باشه رو بررسی کنیم و به شما نمایش بدیم. برای اینکه نظم بیشتری داشته باشیم در سه پارت فیلم ها رو بررسی خواهیم کرد. پارت اول به معاملات بازمون میرسیم، در پارت دوم به معاملات یا جفت ارزهای پرچمدارمون خواهیم پرداخت که احتمال وقوع معامله در اونها نزدیکه، و در پارت سوم به موقعیت‌های دیگری و سایر جفت ارزها و تحلیل اونها می‌پردازیم. اگر هر روز ما رو دنبال بکنید سیر طبیعی تحلیل رو کاملا درک می‌کنید. اگر این اولین باری هست که دارید این فیلم رو مشاهده می‌کنید، می‌تونید از فیلم‌های قبلی هم شروع کنید تا سیر بازار رو از دست ندید. با ما همراه باشید. عرض سلام و ادب خدمت همراهان همیشگیمون، در خدمت شما عزیزان هستیم با بررسی داده‌های مهم اقتصادی تاریخ 19 سپتامبر. خب ما 19 سپتامبر نشست بانک مرکزی نیوزلند رو داشتیم و صحبت‌هایی که در رابطه با مبارزه و تورم داشتن. صحبت‌هایی که مطرح کردن، خب مثل اکثر بانک‌های مرکزی دنیا صحبت از مبارزه با تورم کردن، راجع به مبارزه با تورم به صورت داده محور صحبت کردن، تصمیماتشون رو داده محور مطرح کردن. و اینکه بخوایم بر اساس این صحبت‌ها روی دلار نیوزلند ترید کنیم کار صحیح نیست، چون اکثر بانک‌های مرکزی دنیا همین موضوعات رو مطرح می‌کنن و باید ببینیم در عمل چه اتفاقی می‌افته و چقدر افزایش نرخ بهره انجام میدن تا در رابطه با آینده دلار نیوزلند صحبت کنیم. هرچند فعلا وضعیت دلار نیوزلند جزو ارزهای خیلی قدرتمند نیست و بعد از این صحبت‌ها یه خورده وضعیتش بهتر شد. و خب از اونجایی که اولین روز کاری هفته هم بود، کلن دلار بازار رو قوی شروع کرد. در واقع USD با توجه به اینکه ما 21 سپتامبر نشست فدرال رزرو امریکا رو داریم و افزایش نرخ بهره اونجا میخواد صورت بگیره، یه جورایی بازار داره پیشخور میکنه. احتمالا اگه 21 سپتامبر 75 درصد افزایش نرخ بهره رو ببینیم، نباید زیاد تغییر دلار از نظر فاندامنتال حداقل نباید اتفاق بیفته. آمارهای مهم دیگه ای که در رابطه حالا با چند دلار کانادا داشتیم، IPPI و RMPI بوده. IPPI ماهانه در واقع یک نوع آمار تورمی هستش که اعلام میکنن حالا تولید کنندگان، قیمتی که مصرف کنندگان فروخته شده پیش بینی میشده. خب حالا تورم منفی 0.9% باشه، شده منفی 1.2%. خبر خوبی برای اقتصاد مصرف کننده های کانادا هست و خبر بدی برای ارز این کشور هست، یعنی تورم داره کاهش پیدا میکنه. RMPI هم که در واقع میاد و مواد اولیه‌ای که تولید کنندگان میخرن رو آمارش رو منتشر میکنه، خب پیشبینی بوده 3.2 باشه ولی منفی 4.2 بوده، یعنی این هم کاهش داشته و میتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی کانادا. کلن حوزه کانادا وضعیت اقتصادش خیلی خیلی بهتر از حوزه انگلستان و اروپا هستش، به خاطر بحث انرژی وضعیت خیلی بهتری داره دلار کانادا و آینده بهتری رو هم برای دلار کانادا متصور هستیم. ما تاریخ 20 سپتامبر هم اخبارهای مهمی داریم که حالا بعد از منتشر شدن حتما مرورش میکنیم. نشست بانک مرکزی استرالیا رو داریم و آمار مهم CPI ماهانه کد دلار کانادا رو داریم و آمارهای مهم دیگه ای مثل کور CPI هم داریم از کانادا که میتونه تقریبا راه دلار کانادا رو در ادامه به ما نشون بده و اگر تورم کاهشی باشه به خصوص CPI، احتمالا ارزش دلار کانادا ممکنه مقدار افت کنه، به خاطر اینکه بانک مرکزی کانادا دست از سیاست انقباضی سختگیرانه بر می‌داره و باید ببینیم آمارها به چه شکلی خواهد بود. حالا ترید بالانس سوئیس رو هم داریم که میتونه روی فرانک سوئیس اثرگذار باشه. تو حوزه آلمان آمار جرمن PPI رو داریم و اخبارهایی که در تاریخ 20 سپتامبر حتما به موقع بررسیش میکنیم. و مهمترین خبر هفته همچنان خبری هست که در تاریخ 21 سپتامبر خواهد اومد که ببینیم افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو به چه شکل انجام خواهد شد. این بود از اتفاقات مهم و داده‌های اقتصادی. امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. موفق و پیروز باشید.
خب به سراغ چارت میریم تا بازار با هم بررسی کنیم. از دیروز که ابتدای هفته بود معامله بازی نداشتیم و قاعدتا به سراغ جفت ارزهای پرچمدارمون میریم مستقیم. اولین جفت ارز پوند به ین هست، به نظر میرسه شرایط ایدئالی داره پیدا میکنه واسه معامله سل و منطقه پیار زدی رو خوبی رو شکسته. آروان هم تو همین ناحیه هست، به نظر میرسه میتونه حرکت نزولی خوبی رو تجربه بکنه و خب کمی بیش فروش بود که خارج شده از این وضعیت. در جریان کانالی نزولیش هم توی این ناحیه شما شاهد واگرایی مخفی بین قله های آخرش هستید که میتونه جریان رو به سمت پایین برگردونه. حالا فعلا به جای خوبی خورده، منتظر یه تریگر ورود عالی میتونیم توی ناحیه بمونیم تا جریان رو تکلیفش رو برای ما دیگه مشخص بکنه. روی جوفرز بعدی آزی بین و کد بین هر دو در شرایط نقطه مناسبی قرار گرفتن، شرایطشون بد نیست، فقط روی آزی بین محل پیوتا خیلی مساعد نیست، ولی منطقه مهمیه. وجود خط روند محور افقی حمایت و مقاومت توی ناحیه قرار گرفته و دقیقا همون نقطه مهم بریک خودش هم هست. منتها شاهد این بودیم که جریان نزولی بسیار پرقدرت حرکت کرد و دو لگه نزولی زد توی ناحیه، حالا الگو داره تشکیل میشه، به نظر میرسه میتونه این جریان به سمت بالا برگرده تا یه مقداری، ولی خب به وجود میگم پیوت آروان توی ناحیه ممکنه مانع از حرکت صعودی کامل بشه، کمی باید جای مناسب شکار بشه، یعنی در پایین ترین جای ممکن اگر بتونیم شکارش بکنیم میتونه ایدئال باشه. از اون طرف هم خب وجود فشار فروش و شکسته شدن خط روند دو فاکتوری هست که اگر بازی رو به سمت پایین برگردونه ممکنه که سناریوی نزولی به وقوع بپیونده، اما خب مادامی که این کف زده نشده جریان رو صعودی تلقی میکنن تریدرها. روی جوفرز کدبین شرایط کمی بهتره، پیوت ها محل مناسبی قرار دارن، محدوده افقی جای خوبی قرار گرفته و احتمال حرکت صعودی میره، بنابراین تو این نواحی حتی یکم فشار زیاد بود رو این کندل ورود نکردیم، ولی اگر کمی بازی پایین تر بیاد و بتونیم جای مناسبی شکارش بکنیم کف هم دیگه خیالم راحت بشه که تشکیل شده باشه، میتونه تو این ناحیه با یه استاب زیر این منطقه یا اینجا برای شکار صعودی اقدام کرد. در جو فرض بعدی یو اس تی به سی اچ اف رو داریم که منتظر بودیم جریان بتونه سقف رو به سمت بالا بشکنه، این اتفاق خوب نیفتاد، محدوده کمی عریضه، یعنی میتونه کم حتی بالاتر هم بیاد، چون یک بار این اتفاق افتاده، یعنی میتونه تا اینجاها هم در نظر گرفته بشه و محدوده عریضتری در نظر بگیره، به خاطر همین شکست رو کامل ما در نظر نگرفتیم و با توجه به این اتفاقی که افتاده کمی صبر میکنیم ببینیم کندل جونداری توی ناحیه زده میشه به سمت بالا که بتونه حرکت صعودی رو تثبیت بکنه یا نه. قاعدتا دوتا سکو داریم و بین اینها میتونه جریان صعودی باشه. یو اس بی سی اچ اف رو هم میتونید پرچم دار فرض کنید. روی جفت ارز یورو به آزید فعلا دنبالش میکنیم و تو این ناحیه خب سیگنال خرید داده بودیم، اگر مجددا اصلاحی بکنه یا برگرده برای نزدیک شدن به خط روند ممکن اوردرها تو این ناحیه دوباره تجمع پیدا بکنن، بنابراین این حرکت کانالی ممکنه ادامه دار بشه. یه مقدار هم بعید است که بتونه از این ناحیه بخواد خیلی برگرده، چون ممکنه که دیگه وقت جریان معکوس ایجاد بشه، خیلی احتمال هست این الگوی مثلث که داره اینجا میزنه عامل خرید بشه، بنابراین در تایم فریم یک ساعته میتونید یک حرکت صعودی رو توی این ناحیه پیش بینی بکنید با توجه به این الگویی که توی این ناحیه داره تشکیل میشه، با توجه به وجود پیوت آروان و فاصله مناسب تا آرتو میتونه این حرکت معقول به نظر برسه برای ادامه جریان صعودی. اوسیلاتورا تو این ناحیه فعلا از افت انرژی دارن خبر میدن دیگه، یعنی کمی انرژی بازار برای حرکت صعودی کم شده، مثل جریان فنری میمونه که داره فشرده میشه، باید ببینیم که تو این ناحیه آیا بریک خوبی میبینیم که بتونیم یه ریسک بکنیم برای حرکت صعودی ادامه جریان روند یا نه.
CHF به ین میتونید یورازی رو 100 به 100 چک بکنید، چون جریانش به این سرعت هست که در این الگو مال تایم فریم 1 ساعته است و بعد تو 1 ساعته واچ لیست 1 ساعتتون باشه. در ادامه ماجرا CHF به ین رو داریم که کمی پایینتر تو این ناحیه میتونه منطقه مناسبی فراهم بشه برای خرید. منتظر هستیم تو این نواحی ببینیمش. حالا 400 به 4 ساعت هم چک بشه کافی هست برای این جو فرض. روی یورو به پوند میتونه شرایط ادامه جریان سعودی باشه. ما توی این بین این دوتا قله آخر واگرایی نداریم که بخوایم خیلی نگرانش باشیم. فشار خریدم بالاست، پیوت و مناطق شکسته شده به سمت بالا، احتمال اینکه از این ناحیه به سمت بالا حرکت ادامه دار بشه هست، شبیه یورو به آزی هست تقریبا. یورو به پوند تو این ناحیه میتونید از سیگنال های خرید هم استفاده بکنید. دیروز هم راجع به این موضوع که ربات موقعیت یا به مجموعه آموزش ساده بورس سیگنال هایی رو مبنی بر حرکت های رواندار طولانی مثل شرایط اسنایپر یا واگرایی های شدید احتمال واگرایی به شما میده که این میتونه برای شما مثمر ثمر باشه تا موقعیت های خوب رو براتون پیدا بکنه و شما رو چند گام جلو بندازه. دیروز هم موقعیتش رو داد که احتمال هم روی یورو به پوند هم روی پوند به یوستی حرکت سعودی رو پیش بینی کرده بود و خب منتظر موقعیت هستیم در جریان اسنایپر که بتونیم از این جریان استفاده بکنیم. منتها اینکه دقیقاً رو کدوم نقطه ورود می‌کنیم یا رو کدوم نقطه خروج می‌کنیم و به چه علتی استاپ و تیپی رو تعیین می‌کنیم، مواردی هست که به عنوان یک معامله‌گر شما باید دقیقاً بررسی بکنید. توی فیلم‌های تحلیلی روزانه که ارسال می‌کنیم خب بعضی از نقاط ورود و خروج برمیگرده به ساعت میانی روز، شاید بازار نیویورک یا اواخر بازار لندن این اتفاق بیفته، بنابراین نمی‌رسیم که موارد رو بیان کنیم. این موارد در کلاس‌های آموزشی در کارگاه ترید لایومون و سایر جاهایی که با دانشجوها بیشتر در ارتباط هستیم بیان می‌کنیم، که کارگاه ترید لایومون خب بیشتر روی این مطالب فوکوس داره و این مطالب رو سعی می‌کنه که به دقت بیان بکنه که دقیقاً رو کدوم نقطه باید ورود بکنید، چطور می‌تونید ورود بهینه داشته باشید و چطور بازارها رو رصد کنیم، واچ لیست رو چطور بچینیم و سایر موارد. اینها نکاتی هستن که یک تریدر، فرق یک تریدر رو با یک معامله با یک تحلیلگر مشخص میکنه و خب باید اینها رو با تجربه به دست بیارید یا خب در کلاس ها به صورت حضوری یا غیر حضوری میتونید اینها رو بیاموزید. خب به سراغ ادامه تحلیلمون برمیگردیم. روی یورو به پوند گفتیم که این سناریو محتمله که بتونه بازار روی این سطح مجددا حرکت سعودیش رو ادامه بده. فشار خرید خوبی پشتوانه کاره، کمی اوور شدن در این ناحیه نیاز هست که بازار رو کمی استراحت ببینه. تو این ناحیه اگر کمی استراحت بکنه و از اوور هم خارج بشه میتونه تخلیه انرژی صورت گرفته باشه و بعدا مجددا خریدارها بیاد. در تایم پایین‌تر هم اینجا دارید میبینید که یک فشردگی در قالب یک الگو داره تشکیل میشه. این هم میتونید در هر 4 ساعت به 4 ساعت یا حتی 1 ساعت دنبالش بکنید تا شرایط و نقطه خوبی رو شکار بکنید. روی آزی به CHF اگر خاطرتون باشه یک مرتبه تو این حوالی سیگنال رو دادیم، البته اونجاها منتظرش بودیم. الان هم خب داره به مجدد به سمت بالا میاد حوالی پیوت S2، ولی خب میتونست از این کندل هم ریزش داشته باشه، ولی فشار خرید بالایی پشتوانه کار بود. در تایم فریم 1 ساعته شما هم واگرایی دارید هم افت انرژی تو این ناحیه، که این میتونه با توجه به خط روندی که تو این منطقه الان تشکیل شده شرایط رو برای معامله سل مجدد همراه بکنه. این میتونه ایده خوبی واسه معامله باشه. تو این ناحیه هم یک الگوی کنج داریم میبینیم که میتونه به عنوان یک سیگنال بعدی برای معامله سل همراه باشه. وجود خط روند، پیوت، الگوی کنج و حالا فشارهای الگوی کندلی که در ادامه میبینیم به همراه واگرایی میتونن جریان نزولی رو برای ما تاییدیه بیشتری بدن. در ادامه میریم سراغ پوند به USD. منتظر بودیم از این ناحیه سل بگیریم، یعنی بازار رو کمی بیاد پایین تر و رو پول بک بگیریم. فعلا روی این محدوده داره واکنش میده، میتونه با تشکیل یک الگو جریان رو برای ما نزولی به نظر بیاره و ازش استفاده بکنه. متأسفانه فعلا دست نگه میداریم تا واسه همون واضح بشه جریان.
چون به نظر میرسه سطح اسوان شکسته نشده و واکنش داره میگیره. اگر این منطقه با یک الگو همراه بشه، تریگر خوبی میتونه برای ورود باشه. روی آزیکت منتظر شکسته شدن این الگوی مثلث هستیم، البته در حال تشکیله. اگر این الگو پایین بشکنه، شرایط خوبی واسه نزول فراهم میکنه. روی یوروبکت فعلا شرایط سودیه، اما در دید بزرگترش مثل تایم فریم دیلی میتونه ماجرا در قالب یک کانال نزولی در این حوالی بخواد معامله گرا وارد معامله سل بشن. بنابراین خب باید این فشار سودی تخلیه بشه، کندل ها کمی کم جونتر بشن، این الگوی مثلثی که در تایم 4 ساعته تشکیل شده به تب باید فیل بشه تا جریان نزولی بشه. جا داره بازار کمی خودش رو بالاتر بیاره، هم پیوت بالاتره، هم منطقه مقاومتی کمی بالاتر قرار داره و خب منتظر هستیم تا ببینیم عکس العمل ها چیه. انزدی به یو اس تی هم دیروز خدمتتون عرض کردیم که شرایط نزولیه، وجود پیوت تا این پیوت میتونه فاصله خوبی رو تولید بکنه. در یک ساعته یک حرکت اسپایک و یک حرکت کانالی تر و تمیز داشتیم که منتظر بودیم تو این حوالی بگیریم. ساعت معاملش کمی بد ساعت بود، یعنی من خودم حدسم رفت این موقعیت که تو این ناحیه تشکیل شد، منتظر بودم کمی بالاتر بیاد، یعنی اوردرم کمی بالاتر ست شده بود که این اتفاق نیفتاد، یعنی به اوردر من نرسید و خب کمی زودتر با یک کندل پرقدرت به سمت پایین حرکت کرد. پیش میاد گاهن که نتونیم معاملاتی رو بگیریم، ولی هم که تحلیل دقیق و صحیحی دارید این کاملا درسته. وقتی که به نقطه مد نظر شما نمیرسه، با یه فاصله کوچکتری میریزه، یعنی که معامله گرا از ترس معامله یا اینکه میخوان زودتر وارد معامله شن، اوردرها رو زودتر چیدن و نذاشتن به نقطه ورود اولیه برگرده بازی. بنابراین تحلیل شما تحلیل درستی بوده. علل حساب انزدی به یو اس تی برامون موقعیت نداره تا بتونه حرکتش خودش رو تکمیل کنه و مجددا دنبالش میکنه. این بود تحلیل امروز بازار، امیدوارم که استفاده کرده باشید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.